درود به همه دوستان و همیهنان گرامی. من کوشش میکنم در فرصت کوتاهی که دارم، حدود 20 دقیقه، حاصل کار حدود 30 سال رو به صورت یک نقشه در اختیار شما بگذارم. ما سه دوره در حقیقت تاریخ داریم: تاریخ اساطیری، تاریخ باستانی و تاریخ پس از اسلام. قبل از اسلام ما قرنها و قرن فرهنگ داشتیم، یعنی فرهنگ از آسمان نمیاد، فرهنگ رو بر روی زمین انسانهای زمینی میسازند، در کشاکش زندگی، در کشاکش حرکت به سوی تمدن، در زبان، در ابزار، در سنتها. و ایران که شناسنامه اون با کوروش صادر شد، قبل از اون هم ما وجود داشتیم، دولت مادها رو داشتیم، دولت پیشدادیان و دولت‌های دیگه اساطیری. اینها افسانه نیست، اینها واقعیات گم شده در مه تاریخ، و به قول شاهرخ مسکوب، اسطوره‌ها رگ پرخون واقعیت هستند. این جمله داستان آرش کمانگیر، داستان کاوه آهنگر، اینها افسانه نیست، تاریخ گم شده ماست. در هر حال ما در سرفصل کوروش بزرگترین امپراتوری جهان شدیم، با 14 میلیون کیلومتر مربع وسعت و به هم پیوستن حدود 10-12 دولت به هم دیگه ایران زاده شد. چیزی که امروز متاسفانه ما میبینیم، کوروش زدائی، هم توسط آخوندها، هم توسط تجزیه طلبان، و هم توسط کسانی که خلاصه در پایه هویت ایران رو دوست ندارن تبلیغ میشه. ولی کوروش بود که رسانه ایران رو صادر کرد. ما 1400 سال اومدیم جلو، دوران هخامنشیان، دوران سلوکیان غیر ایرانی که در دولت اشکانیان ذوب شدن، و دولت ساسانی، و بعد ایران به دست اعراب اون روزگار سقوط کرد به دلایل مختلف. سخن اینه که این هیولایی که ادعا میکنه که تمدن و فرهنگ داره، و فرهنگ اسلامی که این روز ورد زبان خیلی از خود باختگان هست، سوال من اینه: نخست این فرهنگ رو از کجا آورده؟ در بیابانهای خشک عربستان که مردم در حال چادرنشینی بودند، مردم در حال چراندن گله های شتر بودند، گله های گوسفند بودند، فرهنگی نمیتونست وجود داشته باشه. فرهنگ خودشون رو البته داشتن، ولی این فرهنگ قابل مقایسه با فرهنگ یک امپراتوری عظیم با روشنی ها و تاریکی هاش نبود. و اینها فرهنگشون رو اگر ما بخوایم دنبال بکنیم، فرهنگ سازشون الله هست، مانیفست فرهنگی الله قرآن هست، و مبشر این فرهنگ پیامبر اسلام، یعنی سه بنیاد: الله، رسول الله و کلام الله. وقتی که ما این فرهنگ رو نگاه میکنیم، میبینیم که در فرهنگ ایران، در مقدمه گاتها، در فرهنگ ایرانی از زبان زرتشت میشنویم: و اهورامزدا جهان را آفرید. یک نگاه جهانگرایانه و نه ملتگرایانه صرفا. پروردگار، پروردگاری که آفریننده هستی است، و انسان را آفرید. انسان نیست، موجودی عامه. به همین دلیل فرهنگ ملی ما، علی‌رغم این که ما پا می‌فشاریم روی هویت ملی، فرهنگ شومانیستی نیست و شادی را برای انسان آفرید. ببینید، بر پیشانی فرهنگ ایرانی چند هزار سال قبل این نقش بسته. این فرهنگ با تبعاتش، با چیزهایی که متاسفانه از بین بردن در فرهنگ‌کشی، ما اومدیم جلو و رسیدیم دوره اسلامی. اینها اومدن ریختن تو ایران گروه‌های دزدان و غارتگر. ببینید، ایران نخست اینا وحشت داشتن. در زمان ابوبکر، موقعی که پیامبر اسلام مرد، خب یه عده برگشتن اهل رده، ول کردن، دوباره برگشتن به دین و آیین خودشون، و اونا رو کشتن، سرکوب کردن، برای اینکه تضاد رو صادر کنن به خارج شروع کردن به حمله کردن به مرزهای ایران خارجی. اون موقع یمن بود،
و غارت کردن اموال مردم. کم کم دیدن دولت ضعیف، متاسفانه دولت ساسانی در حال ضعف بود. این حمله ها شدید شد تا جایی که خالد بن ولید گفت که میتونیم حمله بکنیم و نهایتا پس از جنگ های متعدد که ایرانی ها مقاومت ها قهرمانانه کردن، من جمله کردها در تکریت 23-24 بار به گفته استاد امیر حسین خنجی ارتش عرب رو شکست دادن قبل از قادسیه. لورها در جلولا که مرز لرستان بود، امروز جزء عراق، 32 بار ارتش دزدان و غارتگران رو شکست دادن، ولی نهایتا مجموع حوادث طوری شد که اینا در جریان قادسیه موفق شدن حمله بکنن و ایران یک بار فرو نریخت. ایران سالها طول کشید تا فرو ریخت. متاسفانه چون ما تاریخ رو خیلی ها نمیدونیم، فکر میکنیم که اینها یک روزه ایران رو گرفتن. نخست خوزستان و کرمان و مراکز مرکزی و سیستان، شمال آذربایجان مقاومت کرد تا 200 سال، ولی اومدن تو ایران. در ایران اسلام با شمشیر و ساطور و خونریزی و کشتار مردم و به غارت بردن زن و بچه مردم، اگر کتاب های تاریخ رو بخونیم میبینیم هزاران هزار زن ایرانی اجداد مادری ما رو بردن فروختن. ولی یک چیز اینجا مزاحمشون بود، فرهنگ ایرانی. فرهنگ به قول استاد باغچبان، شمشیرم تن آهن دل ابریشم داره. این شمشیر فرهنگ اگرچه از ابریشم بود ولی پیکری آهنین داشت، و همین دلیل فرهنگ زدایی آغاز شد. زبان ممنوع شد، آتیش زدن از بین بردن. اگر میخواییم نمونهشو ببینیم، داعش و القاعده الان هستن، جنایاتی که کردن کپی همون تصویرهای آغاز هست در کشتار. این فرهنگ رو سرکوب کردند ولی موفق نشدند. با همه کشتارها، با تخت جسد ساختنها، با آسیای خون برپا کردنها در گرگان، یزید بن محلب آسیای خون از خون مردم گرگان برپا کرد و گندم آرد کرد و از آن نان درست کرد. در سیستان نماینده حجاج بر تخت اجساد مردم سیستان نشست و گفت من آمدم این چنین حکومت کنم. گروه های مهاجر رو بیران آوردن، ده ها هزار عرب مهاجر رو آوردن در اطراف کرمان، در اطراف پادگان هاشون که از اونها دفاع بکنن، چون ایرانی ها شورش میکردن. به قول استاد زرینکوب، دو قرن سکوت علت سکوت ایرانی ها بود که شمشیر در کف داشتن، با زبان شمشیر. صد شورش و انقلاب رخ داد از استاد سیس، بابک خرمدین، و نهایتاً در دوره عباسیان بود که این شورش ها سرکوب شد و ظاهرا اینا موفق شدند که بنشینند بر اریکه قدرت. ولی فرهنگ مقاومت کرد و حاصل تمام این شورش ها رو ما در مانیفست بزرگ ملی خودمون شاهنامه فردوسی میبینیم که مثل یک ستونی ایستاده تا الان، و الان هم آخوندها به شدت ازش دلخورن. فرهنگ ایرانی خودش رو تحمیل کرد. اگر ما وارد بشیم به جهان فرهنگ اعراب، خواهیم دید بسیاری از فرهنگ سازان اونها ایرانی هستند. علمای صرف و نحو، شاعرانشون، بزرگترین شاعرشون حافظ اعراب ابو نواس اهوازی است، بشار ابن برد تخارستانی و خیلی های دیگه. بعدها نیست کسانی که بهشون افتخار میکنن مثل ابو ریحان و ابو علی سینا، اینها ایرانی هستند. و ما چیزی به عنوان فرهنگ اسلامی وجود خارجی نداره. فرهنگ اسلامی یعنی حاصل کار کرده هیولاییست که نه تنها اموال مردم رو بالا کشید، جزیه بست، خانه های مردم رو گرفت، اموال مردم رو گرفت و فرهنگ ایران رو نیز بلعید و ظاهر اسلامی بون داد. در حالی که هر جا ما دست بگذاریم میگه میشه این معماری پرشکوهی که ما در مساجد و به سلام مراکز مذهبی یا آرامگاه های بزرگان رو میبینیم حاصل معمارانی باشه که خودشون در خیمه ها زندگی میکردن، مگر ممکنه این اندیشه های فلسفی که البته همش متناقضه، چون اسلام که وارد ایران شد ذهن ایرانی رو متناقض کرد. شاعران ما دو جهان دارن، از یک طرف ذکر مثلا عطار بزرگ چهار خلیفه رو بر لب داره، از یک طرف منطق الطیر رو می نویسه،
از یک طرف شاعران ما مثل عراقی، مثل سعدی، از دیر مغان و آتش مغان و باده و پیمانه و خلاصه چیزهایی که متعلق به قبل از اسلام هست و این ماجرا تا مشروطیت ادامه داشت و در مشروطیت بود که ما شاهد یک رستاخیز هستیم که شاعر، نویسنده، هنرمند ایرانی کم کمک خودش رو از این طوق آزاد میکنه و در عصر رضاشاه به خصوص ما شاهد این هستیم که دیگه ما هنرمندی نداریم که تن به اسلام بده، هنرمندی سرش به کلاش بیارزه. شما نگاه بکنید در عصر پهلوی دوم اکثریت قریب به اتفاق شاعران و نویسندگان و خلاصه محققان ما مذهبی نیستند یا ملی‌گرا هستند، مثل اخوان، نه شرقی نه غربی، نه تازی شدن را برای توی بوم و بر دوست دارم، یا مثل شاملو هستند یا مثل ساعدی هستند یا گرایش آزاد دارند، لایک، سکولار، زیرا بر نمیتابند اندیشه ای رو که پروردگارش آدمسوز، فرهنگش آدمسوز و هران چه نیکی و مهربانی است در این فرهنگ زاده ایرانیانه. شک نکنید من 30 ساله که تحقیق خودم رو شروع کردم و سال 68 اسلام رو کم کم به کناری گذاشتم تا الان عرفان ایرانی که سمبل زیبایی و مهربانی است حاصل تناقض عارف ایرانی است با اسلام، نه حاصل وحدت، زیرا از پروردگار آدم سوزی که با آیات قرآنش تأکید میکنه مثل گداخته به گلوی مردم فرو میریزم گناهکاران و جهنمش واقعا وحشتناک و اون کشتارها، گردن زدن کافر، دست راست پای چپ رو قطع کردن، زن اسیر رو بردن به بستر که از بزرگترین بزرگانشون این کار کردن، خود پیامبر در ماجرای خیبر صفیه زن یکی از بزرگان یهودی رو خلاصه همون شبی که شوهرش رو کشت به عقد خودش در آورد به بستر برد، در جنگ ها سرایا کردن یعنی زنها رو همون شب اول پس از کشتن دختران شوهران به بستر بردن رسم بود، پیغمبر اون رو تصویب کرد کنیز گرفتن. ببینید از این فرهنگ عرفان شیخ ابوالحسن خرقانی در نمیاد که میگه که هر که به خانقاه ابوالحسن در آمد از ایمانش مپرسید و نانش دهید که آنچه به درگاه باری تعالی به جان ارزد به خانقاه ابوالحسن به نان ارزد. این اهورامزداست، این خدای زرتشته که میگه که از ایمانش نپرسید بهایی زرتشتیه، نمیدونم یهودی کلیمیه، نانش دهید زیرا پروردگار به او جان داده. و در این فرهنگ خدا قهار و منتقم و جبار نیست، یک دیکتاتور تمام عیار، بلکه خداوند جان و خرد هست که از او برتر اندیشه بر نگذرد. به قول استاد داریوش آشوری در کتاب بسیار زیبای هستی شناسی حافظ یا عرفان و رندی در شعر حافظ میفرماید پروردگار عاشق انسان است، در حالی که در فرهنگ اسلامی معشوقه. در فرهنگ ایرانی او عاشق آفریده خیشه، به همین دلیل میگه حافظ پرروست، جسوره و میگه فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند دلمان ز روزه حور ز جنت به در کشیم. این فرهنگ ماست. من تاکید میکنم واقعا باید روی این کار کرد، باید فرهنگ ایرانی رو ما از تاریکی در بیاریم، از تناقض، زیرا سمبل هویت ملی ماست و این پراکندگی ما یکی از دلایل اصلیش اینه که یک فرهنگ بیگانه در میان ماست که ما رو تکه پاره کرده، به طوری که بعضی هنوز بعد از 1400 سال میخوان به این امامزاده بی معجزه دخیل ببندن، در حالی که اگر فرهنگ ما رو از بین نبرده بودن، اگر هویت ملی ما حول فرهنگ ما متشکل بود، این ملاها روی کار نمی اومدن. ما نمی رفتیم تو خیابون بگیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی و توجه نکنیم که چه کسی دارد می آید. چه کسی؟ اون کسی که اون رو آورد فرهنگ جعلی بود که به ما تحمیل شده بود و متاسفانه حتی بزرگان ما اون رو پذیرفته بودند و این بلا بر سر ما اومد، در حالی که اگر ما یعقوب رو میشناختیم، اگر بابک خرمدین رو میشناختیم، اگر زرتشت رو میشناختیم، اگر گاتها رو میشناختیم، اگر سرکوب نشده بود فرهنگ ایرانی، آخوند مثل کرمی که مرداب نداره خشکیده بود. ولی متاسفانه
ملاها در این مرداب زیستند به مدد اینکه فرهنگ ایرانی تضعیف شده بود به دلیل اینکه ما اسم اسب حضرت عباس رو میشناسیم ولی بیشتر مردم ایران در سال 57 نمیدونستن بنیانگذار استقلال ایران یعقوب لیث صفار است و بابک خرم‌الدین 25 سال تحت لوای آیین قبل از اسلام با خلفای عباسی جنگید و استاسیس قهرمانی بود که علیه اینها جنگید و توجه نکردن. تمام جنبش های تا دوره بابک ایدئولوژی و جهانبینی زرتشتی قبل از اسلام بود و با ایدئولوژی اسلامی نمیشه علیه آخوند جنگید، زیرا خدا یکیست، پیامبر یکیست، کتاب یکیست، فرهنگ یکیست و جنگ مسخره است. بنابراین حول فرهنگ ملی باید جمع بشیم، باید بشناسیم که این هیولا بی فرهنگه، فرهنگش دوزخ است و سرکوب و جنایت و آن چه زیبایی در اوست متعلق به ماست و از این جهنم باید بیرون اومد، از این دوزخ بی فکری. و فرهنگ ایرانی رو باز شناخت که این بار من در پایان سخنانم تاکید میکنم، جنبش ایران این بار یک جنبش سیاسی نخواهد، در عمق خودش یک جنبش ایدئولوژیک و فرهنگی است که اگر این نباشد ما به هیچ جا نخواهیم رسید. یعنی این کرم‌های مرداب که 1400 سال میلیون ها ساعت لجن تراکنی کردند و ما رو فلج کردند با هویت جعلی، ما ایرانی ها هویتمون جعلی است تا دوره خمینی، برای اینکه اسامی دشمنانمون رو می‌ذاریم روی فرزندانمون، در برابر خدایی سر بر سجده می‌ذاریم که ما رو کشته، ما رو به دوزخ می‌بره، آیین ما رو از بین برده، ما خودمون انسان‌های جعلی هستیم برای اینکه آخوندها نفوذ کردن به درون ما و ما رفتیم تو خیابون‌ها، ما ایرانی فریاد زدیم درود بر خمینی و باید با فرهنگ ایرانی، خدای جعلی، انسان جعلی و فرهنگ جعلی رو به زمین بکوبیم تا سر برافرازیم و ایرانی رو که بزرگترین امپراتوری جهان بود و چشم و چراغ در 1400 سال از این وضعیت بیرون بیاریم، از این پراکندگی و در زیر فرهنگ و پرچم خودمون و هویت مشترک خودمون در سراسر ایران، تمام اقوام ایرانی در کنار هم همونطور که 3000 سال زیستیم، این کثافات رو بیرون بریزیم و این هیولای فربه شده از فرهنگ خاری و آدم خاری و انسان خاری رو به زمین بکوبیم با امید اون روز. و من در اینجا با آرزوی موفقیت به سخنانم پایان میدم.